خب بعد از افعال سلاسی مجرد میرسیم به افعال سلاسی مزید که گفتیم اینا هم به همون ترتیب از سه حرف اصلی تشکیل شده با این تفاوت که اولا بگر از سه حرف اصلی حرف یا حروف زائدی هم دارن و اصلا به همین دلیل بهشون میگیم مزید و در زم وزن ثابت و مشخصی هم دارن به عنوان مثال اولیش باب یا مستر افعال هست که فعل مازیش با افعله شروع میشه افعله افعلا افعلو اف و الاخر و مزارعش با یفعلو شروع میشه یفعلو یفعلانه یفعلونه و به همین ترتیب این رو به همین شکل میتونیم دقیقا حفظ بکنیم که افعله یفعلو افعال در عنوان در واقع باب افعال و در ضمن قبلا گفتیم که معیار تشخیص اون حروف زائد برای افعال ثلاثی مزید فعل اول مازیه سیغه اول مازی یا در واقع همون مفرد مذکر قایب الان مثلا همین باب افعال خب فعل مازیش با افعله شروع میشه و به این ترتیب به غیر از اون سه حرف اصلی ف عین فقط یه دونه حرف همزه زائد داره بعدی باب تفعیل به صورت فعل یا فعل و تفعیل اینو یاد میگیریم و از روی فعل فعله یعنی فعل یعنی اولین فعل مازی تشخیص میتونیم بدیم که حرف زائدش در واقع تکرار عین الفعل اون حرف دومش عین الفعل دو بار تکرار میشه بعدی باب افتعال افتعل یفتعل و افتعال که اینجا باز فعل افتعل حروف زائدش همزه و حرف ته هست بعدی باب انفعال انفعل ینفعل و انفعال و حرف زائدش همزه و نون هست بعدی باب مفاعله فاعل یفاعل و مفاعله که فعی دون حرف الف زائد داره بعدی باب استفعال استفعل یستفعل و استفعال که حروف زائدش همزه سین و ته هست بعدی باب تفعل. به صورت تفعل یا تفعل و تفعول و حروف زائدش هم ت و تکرار عین هست و آخریش هم تفاعل باب تفاعل به صورت تفاعل یا تفاعل و تفاعل و حروف زائدش هم ت و الفه. البته افعال ثلاثی مزید باز هم داریم باب های دیگه هم داریم که در واقع اینجا فقط با همینا ها سر و کار داریم و مهمترینش هم البته همین هشتا هست اینجا باز همون هشتا باب رو با مثال آوردیم و در ضمن فعل امرشون هم مشخص کردیم به عنوان مثال باب افعال اف علا یف افعال فعل امرش میشه افعل مثلا برای مستر اکرام یا باب اکرام اکرم و یکرم و اکرام فعل امرش هم میشه اکرم یا در باب تفعیل فعل یفعل و تفعیل با فعل امرش فعل به عنوان مثال باب تکریم کرم کر و کرم کر متکریم فعل امرش هم میشه کرم اینا رو حتما این در واقع هشتا باب رو برای فعل ها و مسادر مختلف حتما تمرین بکنید مازی مزاره و امرش رو که بتونید کاملا مسلط باشید تو این جدول هم باز هر کدوم از افعال سلاسی مزید هم مازیش و هم مزارش به طور کامل صرف شده مثلا در مورد باب افعال مازیش به صورت افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعالنا، نه افعلت افعلتما افعلتم افعلت افعلتما افعلتون نه افعلتو افعلنا مزارش میشه افعلا یفعلو یفعلو یفعلانه یفعلونه تفعلو، تفعلانه، یفعلنه نه توفعلو توفعلانه توفعلونه توفعلینه توفعلانه افعل و نفعل اینا رو دقیقا برای هر کدوم از اون هشتا باب سلاسی مزید که گفتیم دقیقا هم مازیش و هم مزارعش و همینطور برای نمونه فعلها و مسترهای مختلف برای خودتون حتما صرف کنید و تمرین داشته باشید و اینجا هم اون شش تا سیغه فعل امر مخاطب رو داریم برای اون هشتا باب سلاسی مزید به عنوان مثال برای باب افعال فعل امرش به صورت افعل، ال، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنه به این ترتیب ساخته میشه و همینطور بقیه باب های دیگه بازم تاکید میکنم اینا هیچ کدوم نیاز به حفظ کردن نداره و فقط با تمرین کردن با مثال ها و نمونه فعل های مختلف هستش که در واقع اینا رو یاد میگیریم و تو ذهنتون میمونه نکته توی برخی از باب های سلاسی مزید بعضی از سیغه ها با همدیگه تشابه ظاهری داره به عنوان مثال در باب تفاول اگر بگیم تفاعلا این هم میتونه مازی باشه فعل مازی باشه برای مصنا مذکر قائب هم میتونه فعل امر باشه برای مصنا مذکر و همینطور مؤنث مخاطب خب اینا رو از کجا میتونیم بفهمیم یا تشخیص بدیم خیلی ساده اصلا نیاز به حفظ کردن نداره اینا رو در واقع فقط توی جمله و با توجه به بقیه اجزای جمله مثل اسم و ضمیر و غیره به میتونیم تشخیص بدیم